با درود به همه بیننده عزیزم آدریان هستم باش پسونه خودتون خوش اومدین امروز میخوایم با هم کالباس ژامبون موق درست کنیم قبل از اینکه درست کردن این غذا رو با هم شروع کنیم برای حمایت کردن از کانالم سابسکرایبش کنید زنگوله بغل رو کلیک کنید تا مثل همیشه نفرات اولی باشین که ویدیوهایی که داخل کانال قرار میدم رو زودتر از همیشه تماشا کنید تو قسمت توضیحات مواد اولیه رو یادداشت کردم در حین آشپزیمون مواد اولیه رو هم بهتون میگم میریم که با هم درست کردن کالباس ژامبون مرغمون رو شروع کنیم به 200 گرم قارچ خورد شده نیاز داریم که تو این مرحله داخل کاسه مرد نظر رو پر از آب جوش میکنیم به مدت دو تا سه دقیقه باید قارچ توی آب جوش بمونه و بعد انتقالش بدیم به آب یخ و از این کار میتونید برای اینکه بافت قارچتون و رنگش عوض نشه استفاده کنید میذاریم دو تا سه دقیقه داخل آب جوش بمونه و بعد ادامه کار رو با هم میبینیم خب بعد از زمان دو تا سه دقیقه داخلی کاسه یخ میریزیم و آب که آب اون باید کامل یخ باشه و حالا باید قارچه رو انتخال بدیم به آب یخ به مدت دو تا سه دقیقه باید دوباره توی آب یخ بمونه و بعد آبکش میکنیم این یکی از بهترین روش نگهداری از قارچه سینه ای مرغی که داریم باید تیکای کوچیک خوردش کنیم و داخل غذا ساز بریزید از دو تا سینه مرغ استفاده کردم 100 گرم گوشت قرمز سه حب سیر یه قاشق غذاخوری سس قرمز ادویه که باید استفاده کنیم فلفل سیاه و دارچین و پودر زنجبیل نصف قاشق چای خوری جوز هندی و پودر هل نصف قاشق مربا خوری نمک به مقدار نیاز و همینطور سه قاشق غذاخوری آرد زورت که تو این مرحله باید اضافه کنیم به موادمون خب در به غذا ساز رو میبندیم کل مواد رو باید با هم میکس کنیم و ادامه کار رو با هم میبینیم بعد از اینکه کامل مواد رو با هم مخلوط کردین همونطور که داریم میبینیم کاملا مرغ آسیاب شده و بوی خیلی خوبی داره این مرحله به یه دونه هویج خورد شده نیاز داریم که اضافه میکنیم دونه فلفل سیاه و دونه تخم گشنیز نیاز داریم که اینجا من از نصف قاشق غذاخوری استفاده میکنم سعی کنید یه مقدار با هاون بکوبین تا دونه ها کمی خورد شه و دو قاشق غذاخوری پسته داریم که باید پوست روی پسته رو جدا کنید کار باید پسته رو داخل آب و قرار بدین بعد از حدود 10 دقیقه تا یک رو پوست پسا راحت جدا میشه در آخر قارچ هایی که داشتیم رو هم اضافه میکنیم تو این مرحله از حدود یک قاشق چایخوری نمک استفاده کنید بعد و... از اینکه نمک رو اضافه کردیم کل مواد رو با هم مخلوط میکنیم و اگه نیاز به نمک بود دوباره باید کمی نمک اضافه کنیم مواد رو مخلوط میکنیم از اینکه کل مواد رو با هم مخلوط کردیم به یه لیوان نیاز داریم که من دارم اینجا از یه لیوان این شکلی استفاده میکنم هر لیوانی که داشتین میتونید این کار رو انجام بدین داخل لیوان رو کمی روغن میرزیم و تمام قسمت داخل لیوان رو باید چرب کنیم بعد از چرب شدن لیوان مواد رو داخل این لیوان میریزیم بعد از اینکه مواد رو میریزیم با پشت قاشق سعی کنید سطح این مواد رو کمی فشار بدین پرسش کنید تا مواد به هم بچسبه بعد از اینکه لیوانا رو به این صورت پر از مواد کردیم باید لیوانا رو با فویل ببندیم این کود رو داخل لیوانای مرد نظر میکنیم درب لیوانا رو فویل میکشیم و ادامه کار رو با هم میبینیم قابلمه ای رو در نظر بگیریم که تعداد لیوانایی که داریم داخلش باید جا بشه داخل قابلمه آب جوش میریزیم و بعد لیوانایی که فویل سرش رو بسته بودیم رو قرار میدیم داخل قابلمه تا نصف لیوانا رو آب جوش بگیره کفایت میکنه درب قابلمه رو, رو میبندیم حرارت باید بسیار کم باشه به با مدت یک ساعت تا یک ساعت روب قابلمه بر روی حرارت بمونه بعد از این زمان ادامه کار رو با هم میبینیم حدود یک ساعت و نیم از زمانی که گفتیم گذشته تخته رو خاموش میکنیم و به آرومی فولی که روی لیوان هست رو برمیداریم و با یه دستمال به آرومی لیوانا رو از آب داغ خارج میکنیم بعد از خارج کردن لیوانا داخل یه ظرفی لیوانا رو به آرومی برمیگردونیم و به راحتی ها جدا میشه کامل جامبانمون خنک بشه و بعد برشش میدیم داخل یه ظرف مورد نظر میرزیم و پایان کار رو با هم میبینیم خب مینندای عزیزم ژامبون مرغ ما تقدیم به شما بسیار خوشعت و خوشتم شده توصیه میکنم حتما درستش کنید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید بعد از اینکه کاملا خنک شد میتونید به قطعاتی که میخواییم برش بدین و در کنار کاهو یا گوجه یا خیارشور میتونید میلش کنید و دیدین که چقدر راحت میتونید توی این منزل یه ژامبون مرغ سالم و خونگی درست کنید اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید و به اشتراک گذاشت رو فراموش نکنید مرسی که تا به اینجای برنامه با من بودین تا یه برنامه دیگه هر جا که هستید شاد و پیروز باشین بدرود